ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ ارزه سلام و عدب خدمت شما عزیزان پرسپچوال ست تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده ای رو میبینن یکی از این دو نفر آدم غمگینیه حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده رو ما نمیدونیم به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستند که انگار ازادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به حال در بین اون جمع وجود داره اینی که بغل هست خوشحاله تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخسن توی یک فاصله ای حال که نمیشه دقیق تشخیص داد اینو بهش میگن پرسپچوال ست یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری تصاویری که میبینه و تجربه که در واقع میکنه تو لحظه متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما به نشانه هایی که در گذشته دیدیم تجربه ای که کردیم مثلا یک جوونی که الان نمیدونم ده هشتاد به این بر باشه الان 20 سالش باشه جنگو ندیده باشه بمباران ندیده باشه یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتا مثلا کتک نخورده باشه به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهی مثلا پنجایی دهی شستی تجربه کردم دو زندانی از زندان آزاد شدن خبرنگارم بودن و خب طبیعتا هر شکلی از زندانی کردن محکوم هر زندانی به هر دلیلی بره تلخه دردناک یعنی هر شکلی از تنبیه حالا اینو برای خود اون نفر موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق و بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر باز هم تلختر و دردناکتر پیش پیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم چون اصلا شناختی ندارم نمیشناسم وز رو مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسانسازی هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت رو بگیره تفاوت سیاسی ببینید ما ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی میکنیم 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم یک لباس بکنیم یک شکل بکنیم یک فکر بکنیم این بسیار ترسناکه بسیار تلخه یعنی اینو من روشن دارم میگم با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم شفافیت و در سیاست یکی از دشواری های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی ها رو بخونی از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که تو داری بازیشو میخونی دستشو داری میخونی و نباید شفاف باشه شما یه شهروند شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی فعال به معنی سیاسی نیستی اونجا باید تیز هوش باشی باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه حالا خبرنگاره هنرمنده هر کی هر کی این وسط گفت آقا نه من سیاسی هستم نیستم فلانم کار ندارم اینا اینا دیگه باد هواس حرفای تو خالیه خطوط باید مشخص باشه موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و اینجور داستانا میخوره تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره یا اینکه نمیدونی که متصل هستی یعنی داره ازت استفاده ای میشه در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه این بازی سیاست جریان اما شهروند باید بدون در رابطه با این دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته الان بس بس داغی حالا داره حمله میشه یه طرف نمیدونم جدی و من دیدم آدم هایی هم که اصلا رندم ناراحت هستن چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم همون جوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح آمیانه ترش چپیه این ریشه عربی داره کفیه یا به خود شهر کوفه در واقع پوششیه که تاریخی عرب استفاده کردن مثلا در بیابان و وادی و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن کاربورت های متفاوت اینجوری مثلا داشته و خصوصا از 1930 به این ور زمانی که مسئله فلسطین جدی شد حال استعمار انگلیس در فلسطین بود بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن تلاش بر این بوده که برقال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان که بعد با مسئله اسرائیل رو برو شدن و اصلا بازی رفت یه جای دیگه انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی ناسیونالیستی فلسطینی شده بود که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن افتاد در یه جای دیگه رفت به سمت آرمان مقاومت به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش. روبرو است. رو از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مود هم شد یعنی بخش های از غرب اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن اینو در فشن شوها استفاده کردن خواننده آوردن رو استیج مثلا استفاده کردن نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد بمان نباد استفاده کرد شکل های متفاوت تا میرسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ یعنی یک ایرانی اون نکته اولو که گفتم بهتون که وقتی تو یه چیزی رو میبینی ناخداگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی این اون نقطه است یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه تعلق خاطر به ایدولوژی اسلامی به اون بخش نداره من نوعی مثلا وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه یاد بسیج یاد خامنه ای اما یه بسیجی و سپاهی خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرش رو دیده عموش رو دیده نمیدونم تصاویر رو دیده چفیه براش نماد جنگ میشه نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن به عنوان بانداج استفاده میکردن اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه یعنی از اساس بحث در اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته بخشیش از بیرونه بخشیش دیگرش از تجربه ذهنی ماست تجربه دیداری و شنیداری ماست و خیلی متفاوته دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخشی جدی از حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چه جوریه شما یه چیزی مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانم‌ها لباس آزاد پوشیدن مردم رو مست میکنن عرق می‌خورن میرقصن خب کسی با چفیه بیاد چه فکری می‌کنی تو طبیعیه جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخانی دارن یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپ ها پیرو آرمان فلسطین پیرو اون مقاومت پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است اینها بد هستند فلسطینی ها خوب و مظلوم هستند و اینها و خب بحث های تاریخی که به حال درش دعوای جدی وجود داره اینها سر این با هم دیگه توافق دارن یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا دایشیه بسیجیه چپه چیه ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن یعنی تو چه اسلامی باشی حزب باشی چه چپ در واقع باشی به یه نقطه میرسی با اون سر آرمان فلسطین اینا رو من گفتم پیش از اینم با تاکید گفتم باید جلوی یکسان سازی و نمیدونم جلوی آزادی مردم برای پوشش و اینا رو در واقع نمیشه گرفت هر کسی آزاده حتی هر ایدولوژیی که داره حتی هم اگر اشتباه باشه این آزادیه. آزادی آزادی تاوان داره آزادی بعضی موقع رنج داره در داوره اما همینه تحمل آزادی و فهم آزادی دشواره با این حال پیرو اون بحث شفافیت سوال بریم میشه که یک شخصی از زندان آزاد میشه آیا که ارتباط هم داره به بحث انقلابی که سال پیش شروع شد و اتفاق افتاد و مبناش زنان بودن حالا ما میخوایم بدونیم آیا دستهای و فکرهای وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتا زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره همه متحد همه در کنار هم دیگه پیش بریم آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نخصوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است سوال اینه اساس بحث ما اینه وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها خصوصا عرب های خوزستان چفیه میزنن تو سربازی بچه ها خیلی سر... چفیه میزنن نمیدونم اوورکوت آمریکایی می پوشیدن که اصلا خیلی اصلا نماد چپ ها بود یا یه سری لباس ها می که ممکن بود اصلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه چرا قضاوت نمیشن به این معنی به دلیل موقعیته یعنی من فرزن شاهین اگر بلند شم برم رو استیج چفیه بندازم هیچی هم نگم سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه چه خبره بازی کجا داره میره اما همین آدم موقعی که بحث رژاوا شده بود که حالا اون داستان داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلند شیم بریم رژاوا شور جوانی گرفته بود ما رو ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم اون جامانی کردی رو هم انداختم با افتخار چرا کردها رو قضاوت نمی‌کنی یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آ شما فلان میگه فلان این آقا هم چفیه انداخته اصلا چفیه هم بندازه و با لباس کردیه چون وریا غفوریه جواب نمیده یعنی مشخص میشه که اون آدم مسیرش راهش کارش مشخصه وضعش چیست بحث بحث شفافیت است من اگر چفیه بندازم باید توضیح بدم موقعیت من تعیین میکنه وزن رو من خیلی دیرتر از تجربه دیداری و شنیداری مخاطب هستم تا بیام برای اون توضیح بدم اون فکره رو کرده پس سریعا باید توضیح بدم خواهر همین خانم ظاهرا در لباس هستن چیکار هستن یه استوری هم گذاشتن تو اینستاگرام و مشخص و مهرز گفتن که بله ما اینو بر اساس چفیه فلسطینی ساختیم خوبم کردیم و هر کیم ناراحت جمع کنیم بره خب این نمیشه اینطوری نمیشه بحث سر که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی ایرادی هم نداره طرفدار فلسطین باش نمادهای فلسطین رو پروموت بکن فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن خب چون نقد میشی یعنی من بیش از این که بخوام عکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی اونم موقت بیرون اومده حالا یه عده‌ای هم شاد هستن خب طبیعتا بشاره احتمالا احتمالاً برمیگرده با یک وسیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده اون که تلخیش سر جاشه اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا ای مراقب باش چفیه دیدیم اعلام خطر این وضعیه دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم وسط هم نمیخوام بکنم فقط میخوام بگم جنبه های منفی جنبه های مثبت از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تاثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن چه کار بکنن آزادن از اون سمت هم شفافیت روشن کردن مشخص قدم برداشتن و گفتن خصوصا هم که شما در مقام خبرنگار باشی در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشه یه این از این زانو من دارم و امید دارم که بر حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماد چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه این رو مد نظر داشته باشید جذبی برخورد کردن مرسی